پسر سلطان و دختر رعیت روزی شاهزاده ای بر اسب از ملک پدر میگذشت که چشمش به دختر رعیتی افتاد شاهزاده یک دل نه صد دل عاشق دختر شد چند روزی گذشت شاهزاده از عشق دختر رعیت از خواب و خوراک افتاد. داخل قصد شایع شد که شاهزاده عاشق شده است. شاه با وزیر خود مشورت کرد. وزیر گفت اگر سلطان اجازه دهد به خاستگاری خواهم رفت. شاه گفت مانعی ندارد. وزیر لباس رسمی پوشید و هرچه مدال بود بر سینه آویخت و روی اسب نشست و با یک صد سوار به خانه دختر رعیت رفت. در زد و پدر دختر را صدا کرد و با ادب هرچه تمام و لغات قلومبه و سلومبه از دخترش خاستگاری نمود. پدر دختر که چشمش به لباس عجیب و غریب وزیر و مدالهاش افتاده بود و از حرفهاش چیزی سردر نیاورده بود گفت نه. وزیر در دل آهی کشید و به قصد برگشت و با سرفکندگی خبر داد که پدر دختر راضی نشده است. شاه که از عجایب روزگار آدم خونسرد و مهربانی بود این حرف را خورد و دم نزد. چند هفته گذشت شاهزاده مجنونوار در قصر میگشت و آواز میخواند تا اینکه روزی سپه سالار شاه پیش شاه رفت و گفت قربان جان نصار دیگر نمیتوانم بیش از این شاهزاده را چون این شورید و ناراحت ببینم. اجازه میخواهم به خاستگاری دختر بروم. شاه میگوید مانعی ندارد ولی تو رو خدا خون و خون ریزی به پا نکن. سردار لباس رزم پوشید و خود جلو و یک لشکر به دنبالش به طرف خانه رعیت لشکر کشید و خانه را از هر طرف محاصره کرد. وقتی جلوی در خانه رعیت رسید فرمان ایست داد و به شیپورچی گفت شیپور جنگ بزنید. پدر دختر وحشت زده از خانه بیرون آمد و دید خانه از هر طرف در محاصره است و یک آدم عجیبی سوار بر اسب روبرویش ایستاده و او را نظاره می کند. با لکنت پرسید چیه؟ چه خبر شده؟ سوار با خشم نهیب میزن و با لغات قلمبه و سلمبه از دخترش برای شاهزاده خواستگاری میکنه و اونگاه دست به شمشیر میبره و میگه آره یا نه پدر دختر که از موضوع هیچ سر در نیاورده بود میگه نه ناچار سردار عقب گرد میکنه و به قصر برمیگرده و قضیه رو به سمع شاه میرسونه و میخواد خودشو بکشه که شاه جلوی اون رو میگیره. شاهزاده همچنان در قصر میگشت و مینالید و گریه میکرد. چاره پیش حکیم دانایی میبرند. او شاهزاده را میبیند و دلش برای او میسوزد و به سلطان میگوید هر کاری چاره دارد. بگذارید این بار من به خاستگاری دختر بروم. شاه نیز موافقت میکند. حکیم لباس کهنه رعیتها را می پوشد. داسی برمیدارد و حوالی خانه رعیت می رود. نام پدر دختر را می پرسد. چند روزی کمی می کند تا زمان لازم فرا رسد. یک روز پدر دختر رمزالی آن طرف رودخانه وقتی از درخت توسه بالا می رود تا سر شاخه ها را حرس کند حکیم این طرف رودخانه از درخت سمت بالا می رود و شروع می کند شاخه های نازک آن را زدن. حکیم داس می زند. پدر دختر هم داس می زند. حکیم سوت می زند و آواز می خاند. پدر دختر هم سوت می زند و آواز می خاند. بعد شروع می کنند با هم بلند بلند حرف زدن. حکیم موقعیت را مناسب می بیند و می هی hey, مشرم زالی هی hey. میدانی دانی چه میگویم؟ گویم؟ مشرمزالی با صدای بلند میگوید چه می گویی؟ حکیم میگوید چرا با سلطانک خیشی نمی کنی؟ هی! پدر دختر میگوید آخر کی مثل تو آدم فرستاد؟ هی! حکیم میپرسد خب حالا راضی هستی که دخترت را شوهر بدهی؟ غلامزاده پسر سلطانک با دخترت خاطرخواهی دارد. هی! مشهدی رمضان علی رضایت می دهد و سلطان و رعیت از عجایب روزگار با هم قوم و خیش می شوند. Bye.